NLP یک نوع برنامه ریزی عصبی کلامیه و مثل یک کتابچه راهنماست که برای مغز ما نوشته شده. با یادگیری NLP شما با زبان مخصوص مغزتون آشنا میشین. NLP به شما کمک میکنه که بدونی از زندگیتون چی میخواین و چطور به خواستتون برسید. در واقع شما با حواس پنجگانتون یه سری اطلاعات رو از محیط اطرافتون میگیرین و بعد با توجه به باورها و اعتقادات قلبی و تجربیات و اطلاعاتی هم که دارین در مغز شما تجزیه و تحلیل میشن و بعد در ذهنتون جای میگیرن. حالا شما بر اساس این اطلاعات جدیدی که به مغزتون دادید رفتار میکنید. در واقع NLP علمیه که باعث میشه تا ضمیر ناخودآگاهتون رو به اون شکلی که میخواییم برنامه ریزی کنیم. وقتی ما میخوابیم، عقل یا ضمیر خودآگاه ما هم میخوابه، اما ضمیر ناخودآگاه ما در خوابم بیداره و تمام اعمال حیاتی ما رو داره کنترل میکنه. به همین دلیلی که ما تو خوابم زنده ایم، نفس میکشیم. همه خاطرات خوب و بد و اعتقادات و باورهای ما توی ضمیر ناخودآگاه ما قرار دارن. عقل ما وظیفه‌اش فقط فکر کردن و شناسایی خوب از بده، اما ورودی های ذهن ما به عهده قسمت ناخودآگاه مغز ماست. علم NLP از دو طریق به ما کمک میکنه. یکی این که NLP میاد اطلاعات قبلی رو که توی ذهنتون وجود داره رو طوری اصلاح میکنه که رفتار مناسبی داشته باشین و اون رفتار مناسب رو ارائه بدین. دو این که زاویه دید شما رو تغییر میده تا بتونید اطلاعات درستی از محیط اطرافتون بگیرید و به این شکل شما رفتار خوبی رو پیدا میکنید، رفتار مناسبی رو پیدا میکنید. تو چه مواردی NLP به شما کمک میکنه؟ NLP باعث میشه که برای رسیدن به اهدافتون از تکنیک ها و روش های مناسبی استفاده کنید تا بتونید به اون چیزایی که میخواین برسید. مثلا اگه شما از ارتفاع میترسید، اگه عادت های درستی ندارید، اگه برای صحبت کردن تو جمع یا سخنرانی کردن استرس دارید، نگرانید، اگه از خوردن مواد غذایی ناسالم ناراحتین، اگه در برقراری روابط مشکل دارین، اگه مثلا مدت‌های طولانی در فضای مجازی وقتتون رو هدر میدین و خیلی اگرهای دیگه، اون رو میتونید به وسیله NLP دوباره بازسازی کنید و به اهدافتون برسید. NLP چطوری به ما کمک میکنه یا که NLP چیه؟ تو NLP ما یاد میگیریم که با استفاده از اون کلمات و عبارات روی مغز و سیستم عصبی خودمون تأثیر خوبی بذاریم و بیایم اونو مجدداً برنامه ریزی کنیم و با این کار باعث توسعه فردی در ما میشه. برای اینکه بتونیم این عادات غلط رو که تو ذهن ما جای گرفتن تغییر بدیم، باید ناخودآگاهمون رو مجدداً از نو بیایم برنامه ریزی کنیم تا این عادات غلط و ناپسندی که تو وجود ما هست از بین برن. NLP زبان مخصوص ضمیر ناخودآگاه ماست. اگه ندونیم علم NLP چیه، نمیتونیم با دنیای درونمون ارتباط داشته باشیم و خودمون رو بشناسیم. نمیتونیم برای رسیدن به اهداف و آرزوهامون حتی قدم برداریم و همیشه درگیر مشکلات و روزمرگی میشیم. یکی از مهمترین قسمت‌های علم NLP عشق ورزیدن به خوده، خود دوستی و خیشتن دوستیه. با تکنیک عشق NLP میتونیم به روابط عاشقانه و محکمی برسیم. در اینجا سه تکنیک رو براتون میگم برای رسیدن به روابط عاشقانه و خوب. تکنیک اول روش آینه‌ای عشق در NLPه. تو این روش میایم به شکل نامحسوسی چند تا حرکت از حرکات طرف مقابل رو عیناً مثل خودش انجام میدید، به صورتی که طرف مقابل متوجه تقلید شما نشه. مثلا اگر طرف مقابل شما دستاش رو روی پاهاش گذاشت، شما هم دستاتون رو روی پاتون بذارید و این کار رو با تأخیر انجام بدید. یا اگر طرف مقابل شما پاش رو روی پای دیگرش انداخت، شما هم این کار رو انجام بدید. اگه لبخندی زد، شما هم لبخند بزنید. با این کار به ناخودآگاه طرف مقابل القا میکنید که شما یه فرد خوب، صمیمی و شبیه به خودش هستید و به این ترتیب رفتار اون فرد با شما به صورت ناخودآگاه خیلی بهتر میشه. تکنیک دوم تکنیک تنفسیه.
روش تنفسی هم باید حالات تنفس طرف مقابلتون رو عیناً مثل خودش انجام بدین و این بارم به طور نامحسوس باشه. مثلا اگه طرف مقابلتون نفس عمیقی کشید، شما هم نفس عمیقی بکشید. این کار باعث میشه که طرف مقابلتون با شما احساس نزدیکی خیلی زیادی بکنه. تکنیک سوم، استفاده از لحن آروم و آهسته هستش. تو روش استفاده از لحن آهسته و آرام، زمان صحبت کردن توجه طرف مقابلتون به حرفای شما بیشتر جلب میشه و اون طرف مجبوره برای شنیدن حرفای شما بهتر گوش کنه، به قول معروف گوشش رو تیز کنه. این تمرین رو زمانی انجام بدید که میخواید طرف مقابل شیشدانگ حواسش به شما باشه. افراد خیلی زیادی از این روش برای تغییر عادتهای بدشون استفاده کردن و تونستن عادتهای خوبی رو به وجود بیارن و ارتباطاتشون مؤثر باشه، توی کسب و کارشون پیشرفت کنن. NLP در جذب سلامتی و ثروت هم خیلی مؤثره. تا الان متوجه شدیم که NLP روی الگوهای ذهنی کار میکنه. اگه الگوهای بدی در ذهن ما وجود داشته باشن، مثلا وقتی بیمار میشیم بیایم یه موقعیت‌های شبیه موقعیت خودمون به اونها فکر کنیم، مثلا به زمانی که مادرتون مریض بوده فکر کنید، یا به زمانی که خواهرتون مریض بوده فکر کنید، به این ترتیب الگوی بیماری رو در ناخودآگاهتون بیشتر میکنید. در این وضعیت اگر بتونیم به جای تجسم کردن بیماری به سلامتی فکر کنید و در ذهن خودتون سلامتی رو تجسم کنید، خیلی میتونید سریع به سلامتی برسید. تکنیک NLP در مورد ثروت و پول هم به این صورته که اگه شما به جای تمرکز روی فقر، بیکاری، نداری، نداشته ها، خرابی بازار، رکود اقتصادی یا تحریم ها بیاین روی افراد و موقعیت های پولساز، افراد سرمایه گذار، کسب و کارهای خوب متمرکز بشین و به اونها توجه کنین، حتما موقعیت های مشابه براتون پیش میاد. در واقع همه چی برمیگرده به کانون توجه و باورها و اعتقادات شما. وقتی به نکات مثبت هر چیزی توجه کنیم و تمرکزمون رو روی خوبی ها و داشته هامون بذاریم، کم کم ذهن ما عادت میکنه که فرصت های پولساز رو ببینه. اون وقتی که شما به فردی خوششانس و موفق تبدیل میشید. پس NLP یک مهارتیه که به شما کمک میکنه تا استعدادهاتون رو بشناسید و با شناسایی استعدادها به موفقیت برسیم. و NLP باعث میشه که ارتباطات شما با دیگران مؤثر باشه، تو کسب و کارتون موفق بشین و به درآمدهای بالا برسید. در واقع علم NLP میگه هر کاری رو که شخصی انجام داده، شما میتونید با الگو برداری کردن صحیح از اون فرد دقیقا مثل اون رو انجام بدید و به نتایج شبیه به اون فرد برسید. و میگه اگه در زندگیمون موفقیتی به دست آوردیم، میتونیم اون موفقیت رو الگوی قرار بدیم برای رسیدن به موفقیت‌های بعدی. پس الگو برداری کردن رو حتما انجام بدین تا بتونید به موفقیت‌های بیشتری برسید. دوستای خوبم، کانال منو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و این